روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی جدیدترین جنایت ارتش نیجریه علیه شیعیان این کشور را تایید کرد. به گزارش شیویوز این روزنامه نوشت که به تازگی به فیلمی دست یافته که در آن نظامیان نیجریه به شیعیان غیرمسلحی که به حبس طولانی مدت شیخ زگزاکی روحانی نیجریایی معترض بودند حمله کرده و جمعی از آنان را به شهادت رساندند. بر اساس این گزارش ارتش نیجریه تنها پذیرفته که شش نفر از شیعیان این کشور را در تاریخ 27 تا 29 اکتبر سال جاری یعنی 5 تا 7 آبان در بزرگراهی واقع در ابوجا به شهادت رسانده است ارتش نیجریه همچنین مدعی شده که این افراد مجهز به سنگ و بمب‌های آتیزا بودند و قصد حمله به مقر فرماندهی نظامیان را داشتند اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده که بر اساس فیلم دریافتی از این ماجرا نظامیان نیجریه به سوی معترضانی که در حال فرار بودند شلیک کردند در بازبینی این فیلم مشخص می شود بسیاری از معترضان در این ماجرا به قتل رسیدند و شواهد حاکی است که نیروهای نظامی به معترضان بی سلاح و در حال فرار از صحنه شلیک کردند در حالی که فعالان حقوق بشر نیز اعلام کردند 49 جسد از شیعیان را در جریان اعتراضهای چهار روزه یافتند. تصاویر و فیلم های ضبط شده نیز دست کم 26 جسد را نشان می دهد. به نوشته نیویورک تایمز تصاویر دریافتی از این ماجرا نشان می دهد که گلوله ها از پشت به شیعیان برخورد کرده و آنها این فرار مجروح شده و یا به شهادت رسیدند. این روزنامه اشاره کرد که هیچ محکومیتی در زمینه این کشتر شش هفته قبل از سوی حکومت این کشور صورت نگرفته است.